توی iOS 13 این امکان فراهم شده تا شما بتونید دسته پلی‌استیشن یا ایکس باکستون رو به آیفون و آیپدتون متصل کنید تا در مواقع بازی کردن بتونید از این دسته‌ها استفاده کنید و تجربه بهتری از بازی کردن رو داشته باشید. توی iOS های قبلی اگر شما می‌خواستین چنین کاری رو انجام بدید، حتما باید فقط یک نوع دسته خاص رو خریداری می‌کردید تا بتونید اون رو به آیفون یا آیپدتون متصل کنید. اما توی iOS 13 این امکان فراهم شده تا اشخاصی که کنسول‌های پلی‌استیشن یا ایکس باکس دارن، به راحتی بتونن دسته‌های اون کنسول رو به آیپد یا آیفونشون متصل کنن و بازی رو انجام بدن. سلام به همراهان عزیز سیبب تیوی، خیلی خوشحالیم که بازم با شما عزیزان هستیم. همونطور که گفتیم توی iOS 13 شما میتونید دسته پلی استیشن یا ایکس باکستون رو به آیپد و آیفونتون متصل کنید تا بتونید تجربه جدیدی از گیمینگ رو داشته باشید. امروز قصد داریم این فیچر رو بیشتر بررسی کنیم، ببینیم چه نقاط ضعف و قوتی داره و اینکه این فیچر چقدر میتونه صنعت گیم رو توی آیپد و iOS متحول کنه. پس همراه ما باشید ببینیم این فیچر چقدر میتونه برای ما خوب باشه. برای اتصال دسته پلی‌استیشن به آیفون فقط کافیه وارد منوی بلوتوثتون شده، از اون سمت هم روی دسته پلی‌استیشن دکمه شیر رو نگه دارید، پس از اون دکمه پی رو بزنید. همونطور که مشاهده میکنید اسم دسته توی لیست بلوتوث هاتون اضافه میشه و شما میتونید اون رو کانکت کنید. خب حالا که دسته رو کانکت کردم، بازی فورتنایت رو اجرا کردم تا ببینم توی بازی فورتنایت چه تغییراتی داره. آیپد با توجه به صفحه نمایش بزرگی که داره قطعا بازی کردن توش یه سری محدودیت ها داشت، اما الان که دارم با دسته پلی استیشن بازی میکنم میبینم که خیلی آزادی عملم بیشتره و خیلی کارها رو راحت تر میتونم انجام بدم. هیچ تأخیری هم حس نمیشه و به محض اینکه دکمه رو میزنم توی بازی اعمال میشه. به نظرم این قابلیت برای بازیایی که سبک اول شخص و همینطور سبک ریسی دارم بسیار مناسبه. توی سبک ریسی هم میخوایم ریل ریسینگ رو بررسی کنیم. اولین چیزی که توجه منو جلب کرد دقت بالای فرمونه و با کوچکترین حرکتی که من روی جویستیک انجام میدم فرمون تکون میخوره و این واقعا بی‌نظیره و من اصلا حس نمیکنم که دارم الان با آیپد بازی میکنم و کاملا حس یه کنسول حرفه‌ای و گیمینگ توی کنسول حرفه‌ای به من میده. قطعا این قابلیت یکی از هیجان انگیزترین و جذابترین قابلیتایی که با iOS 13 اضافه شده و حالا باید تا شهریور ما صبر کنیم تا نسخه عمومی iOS 13 منتشر بشه تا روی دیوایس ها اونو نصب کنیم و بتونیم تجربه جدیدی از بازی کردن و گیمینگ رو داشته باشیم. از طرفی هم باید منتظر توسعه دهنده های گیم باشیم، ببینیم با توجه به این قابلیت چه تغییرات و چه چیزهای اضافی توی گیم هاشون خواهند داشت و چه سورپرایزهای اونا برای ما دارن. پس باید فعلا صبر کنیم تا برنامه های بعد و مطالب آموزشی دیگه. فعلا خدا نگهدارتون.